روزام پر می نویسم تو ماشینم کار، چون تو حاشیه‌ام یه تیم طولانی همرام، در میارم سلی پولای سرپا بخوای در بیاری. یادم نیست باید قافیهش اینجا بلند میگفتم. سلام تو چشم دندونم در گرفت، چه زندگیه. سلام، اولی ریاکشن ویدیو یک قید لایو کانال اصلی فرشاد فیلم لایف با یه مدل موی فشن کچلکش اومدم. دوپی کش دوپی حتی کنار اومده با کچلی. اوکی، قراره ترک تلخون سان آف اسپیس پسر فضا به اسم نیسلاو رو بشنویم. تلخون که صاحب امتیاز جوجو، سان آف اسپیس هم که دیگه ارباب جلوه بصری، ارباب انتخاب فونت. بر صورت لینک دیسکریپشن از 26 میوزیک انترتینمنت اومده بیرون. تلخو موزیک ویدیو قبلیش هم از همونجا اومده بیرون، اومده بود بیرون که من نشیده بودم و ندیده بودم. من تو پیج خود تلخو دنبالش میگشتم و نگو این وری بود. بر صورت لینک دیسکریپشن چک کنید از کانال 26 انترتینمنت. لینک یوتیوب استار و دلولم دیسکریپشنه. کانال فرشاد فور دس برای گیم و چه میدونم اسکلک و ولاگ و اینجور چیزاست. اگر دوست دارید چیزای دیگه اونور ببینید اونجا رو ساب کنید، و اگر فور گنگا رو بچید تو کامنت. بریم سراغ نیسلاو ترخون سان آف اسپیس. تهیه کننده اجرایی فکور و آردا بودن. سر تولید، سر تهیه، هد آف پروداکشن آردا بوده. اصلا اینو میخوای پلی نکنیم وقتی همه کار آرداه دیگه. احساس کنم تک ثانیه باید پاز بزنم. 4 دقیقه است، هر 8 ثانیه باید پاز بزنم. خودت بشور ببین چقدر میشه. اینه زندگی، کار، شغل ریاکشن ویدیو داشتن این سختی ها هم داره. به هر حال ویدیو دایرکتور پهلوانی برادرز، بیت پرودوسرز پرک غلط املایی دیگه داداش. ساوند انجینیر پسر فضا، فشن دیزاینر لاست شاین های بیست دریپ و تی جی جولر. کلا فکر کنم اسپیس خزبازی. آره اسپیس مثلا ایرانی بازیه. اسپیس رو حذف می‌کنیم مثلا از کلمه ها، خیلی سوگی و استثنایی به نظر برسیم. پروداکشن کمپانی 26 موزیک سرگرمی و برو بریم. که چی میگه با مرد که چی کار داره؟ او دیو و ریسر داداش. یا ما چه روی داشتیم؟ سیلو که برای دختره بود، ریسر فکر کنم ریسر داشتیم ما. یه مدل بود چراغش اینجوری بود، گنده تر بود. سیلو نه، ریسر نه، یکی دیگه اون خفن بود. نداشتیم ریسر؟ آره ما ریسر زرشکی داشتیم. تو فرزادی فکر کنم فیلم گرفتم بالای نیایش. چی شده جوجو؟ تو نه آلده تو دور های باورتون باشه باید الان پاز بزنم و یه چیزی از نظر رباتی که کپی رایت تشخیص میده به نظرش برای اینکه فریوز باشه ما باید الان پاز بزنم و بگیم آها حاجی چه تصویر بلر خفنی، حاجی چه خون، چه خفن، چه کالایی گردین. فونت احتمال فونتو کی انتخاب کرده؟ احتمالا پهلوانی هم دیگه. پهلوانی خدا رو شکر بالنسیاگا نمیبینم. خدایا مرسی. حتی کتونی های سانف نمیدونم چیه. موهای تلخون کدک بلک برک بچه بلک فی و مگه باشه کودک. کودک بلکی کوتاهه، کودک بلکی سفید پوستی. چه این هم فکر کنم با لاستش اینه. خب بیرای چکنه جون بیسم بهم بازم میستاد نمیدونه دیگه فازم میسلا. سیلو ریسر صورتی از اونورم لالم بیش شد این بچه بدون مامانش بازم جیش شد. ستاره است داجی، امسال ستاره است تلخون. اصلا پروژه ها رو با اما که بشین فازم میسلا. گفتم نیستم این دازی بازم میسکال. میخوای گفتم نیستم برگری وری واقعا نیست را دیگه نمیتونم. آه فید فیلفودنی وسط پاشم میتنایت که نمیاد خوابم دیفاد الکل داره بازم لیگاد. آها نه لیگاد خوابم دیفاد الکل داره
پت پشت گوششون گذاشتن. تو فالم میشد ولی بازم بیخیال. کپی را چکن تو دیوار چه سر دویس باز کردم. خیلی باحاله، نصف ویدیو تقریبا گذاشته. فضا سازیش خیلی باحاله، بیت پرک، نمیدونم پرک کیه واقعا، خیلی کارش خفنه. کلا علاقه من شده ترخون به این بیت های سینس هیوی. یه مدل سینس خاص داره این بیت هایی که هم تو جوجه هم تو موزیک ویدیو استنبای تو سینس موقعا نداشت. میگیری چی میگم؟ یه سینس مثلا روبه روشن، تاریک روبه روشنی، یه همچین صدایی داره سینساش. نداشتی خواهی اینو را بری ارز همه انکبوت هست. یا که صرف شدم کمکشی شارجری، یا که بیادب شدم یه و نازمی بکشی زیر گوشم صبح ساعت چار بری. بیادب شدم یه و نازمی بکشی زیر گوشم صبح ساعت چار بری. و نازمی بکشی زیر گوشم صبح ساعت چار بری. من اینو نمیخواستم، تقصیر منی اگه چتی تایپم بهت. اون تیشرت رو فکرم نیما هم داشت شبیه. گفته بودم که بری نایت هم ظلمات میشه شیشه میشه که میکارسم نیسلا ها؟ ظلمات میشه شیشه میشه بهت. گفته بودم که بری نایت هم ظلمات میشه آش تو این رابیت هول نرو تلخون. بهت گفته بودم که بری نایت هم تیره تار میشه کمیکال میشه شیشه میشه کمیکال سم شیشه میشه کمیکال سم. نیست لاف نیست لاف نیست لاف نیست لاف نیست لاف. کپی رایت کپی رایت. نیست لاف نیست لاف. همه روزم مسخره شد بگاه دادم خودمو لنگ سر. بیتش خیلی با حال خدایی. بعد امضاشون خیلی، اول استراکچر موزیک عجیبه، قابل پیش بینی نیست. مثلا اینجوری که یکی ورس بزنه یکی ورس بزنه، استریوتایپ نیست، جنریک نیست استراکچر موزیک. تو استراکچر بندی هم، حالا من میگم انقدر زیاد پاز میزنم میدونم نه شما متوجه میشین نه خودم میفهمم چی میشه دیگه، مشکلات کپی رایت دیگه. ولی اینکه حتما مثلا من باید اینجا ورس بیام، حتما باید تو اینجا کورس بیای، حتما باید بریج بیام، این دست و پای به نظرم بچه‌ها رو میبنده اتفاقا تو ساختن چیزی که تو ذهنشونه. رفتن تو یادم نمیره، زندگی کی مثل راننده ی من. چجوری با کست دستمون فلکس کنیم؟ فلکس نکرد ولی خب هنرمندانه بیان کرد. زندگی کی مثل راننده ی من. پر کن دوباره دور خودت با قرصات، امیر نمیتونه دیگه بمونه تا صبح پا. داد بزن یکم اقل نکن بس شد با. میدونم تو هم بودی قاطی دوخی توفصا جیجون بی سبه. ای زیاده دار کپی رایت شکنه ولی چیزه، امضاشون خیلی، استایلاشون خیلی با هم متفاوته. به نظرم ترخون انقدر آسنتیکه که اینجوری بک تو بک زدن خیلی به نفعشون بود، تا اینکه جدا جدا از هم دیگه ورس میدادن. اگر جدا جدا از هم ورس میدادن آسنتیسیتی ترخون خیلی بیش از حد به چشم میومد و یه مقدار استایل کمتر پخته شده سان آف اسپیس و جنریک تر سان آف اسپیس، یعنی جفتشون یعنی جداتر و جداتر میشورن از هم دیگه. اینکه تو هم دیگه زدن ورساشونو بیتاشونو باعث چیز میشه دیگه، چی میگن، حواسمون پرت میشه، سرگرم میشیم، نمیتونیم فکر، گوشمون نمیره سمت اینکه این چقدر جنریک، این چقدر آسنتیک، این چقدر شبیه داریوشه، این چقدر فلان. نمیدونه دیگه فازم میسلام از اون ورم لالم بیچاریم بچه بدونه مامانش بازم جیشتاش بچه بدونه مامانش بازم جیشتاش اما که بشین فازم نیست لاف. گفتم نیستم این دازی بازم نیست گاد. میخوای برگری بری واقعا نیست را. دیگه نمیتونم واسه پاشم میدنایت نمیاد. دیگه نمیتونم واسه پاشم میدنایت. دیگه نمیتونم واسه پاشم میدنایت نمیاد. ویدیوش هم خیلی باله، نمیدونم بالانس خوبی برقرار کردم بین اون شاتای نریشن و شاتای پرفورمنس. اون شاتای پرفورمنس مثلا توی باکس مشکیه
خیلی ازم شیکه، خیلی چیز ساده شیکیه کلا واسه موزیک ویدیو بستن، که نمیدونم چرا موزیک ویدیوهای فارسی خیلی استفاده نمیکنن از این امکانات. یه بلک باکس ساده با این نورپردازی معمولی، مثلا نورپردازیشون هر پیچیده نیست، سخفی نورپردازیش، اصلا راکون آیز شدن، چشاشون مشیه. ولی میگم مثلا یه سری ترانزیشن ها با ساوند افکت های تصادف میاد که اینجوری تیر و تار سری تصادف میاد برای فیلم میسار، با اونا ترانزیشن میخوره مثلا به شاتای رانندگی کردن با بیحالی و بد اعصابی تلخون یا مثلا کلافگی سانوفستیس، به نظرم با حال دیگه. میگم بالانس رو خوب رعایت کردن، نه خیلی بیش از حد تو درگیر پرفورمنس بچه ها میشی، نه بیش از حد میری سراغ داستان. البته به نظرم میخوره راه داشت داستانه بیشتر واضح باشه تو موزیک، تو سیر موزیک ویدیو. ولی حالا نایندم حتی تو فالم نیست شد، ولی بازم بیخیال، بازم بیخیال گوشیم توی دیوار، چه از سر دریس باز کردم اومدم ولی دیدم دیگه نیست جان. این که کلمه بد بیا الان جاتون میگیرن و مثلا این جمله رو استفاده نکرده، به نظرم امتیاز موزیک از 5 میبینه، از 8 میاره بالا تا نفر. امیر جان ولی وقتی پریدی صبح بود، روز بود، همه شاتا رو گرفتین، بعد شاتی که قرار بود لباس کثیف شه آخر شب بود، گفتید بذار مثلا شات شاتی که مثلا سقوط کردیم مردیان بگیریم. آره میدونم، میدونم چون خودم موزیک ویدیو بستم. ولی کاش اینو نشون نمیداد شاتی که رو زمین بود، واقعا میستریس تر بود، رازآلودتر بود، اینکه فقط پریدن رو نشون بدی. چون آدم میخواد بمیره اینجوری نمیره، اینقدر خوشگل و طراحی شده، مهندسی شده نمیره آدم. من سرچ کردم خود از بین بری هایی که توسط پریدن از ساختمون اتفاق میفته، بعد مثلا مدلی که جسد میفته پایین، برید یه سرچ بزنید. نه من نمیتونم تصویر رو بذارم، ولی میگم کاش نشون نمیدادید تصویر سقوطو. این کجاست؟ تهران جیزته. این بود شاهکار نسل جدید، باید باشیم واسهشون دست بزنید، از نیس، از سان اف اسپیس و تلخون نیسلاف، یه موزیک تراویس اسکات تایپ، پروداکشن خیلی تراویس اسکات تایپ، و اون سینسا، سینسایی که ارباب تراویس اسکات، یعنی چش ناموس تراویس اسکات، اون نوع استفاده از سینسا. و در کل به نظر من چک خیلی خیلی خروجی شیکی، خیلی خروجی کم نقصی بود، خیلی ترتمیز بود، چه از لحاظ بصری چه صدایی. به نظر من بهترین نسبت پروژه این بود که واقعا خودشونو محدود نکرده بودن که حاجی یه ورس تو بزن، یه ورس من، یه کورس، یه بریج، اینا رو میزنین تنگم. اینجوری نبود ترک، خیلی قابل ردیابی نبود که کجا کورس میاد، قابل پیش بینی اونقدر نبود، حداقل واسه بار اول که داری ترک گوش میدی که الان مثلا کورس قراره بیاد، الان قراره تلخونمون کورس قبلیه رو بزنیم فلان میسا. مثلا یه یا ادلیب میزد امیر جایی که انتظار داشتی ورس بزنه، یا مثلا هامینگ میکرد، یا مثلا یه کلمه رو تکرار میکرد، یادم نیست یه جا بود یه کلمه رو تکرار کرد. به نظرم بزرگترین اتفاق مثبت واقعا تو موزیک این بود واسه من، چون امضاشون خیلی با هم دیگه فرق داره. تلخون خیلی آسنتیکه، تلخون خیلی آسنتیکه، اصلا به طرز عجیبی عجیب غریب آسنتیکه صداش، یعنی اینجوری که یه ترک ازش بشنوی، مثلا جوجه ترک جوجهشو بشنوی یا استنبایشو بشنوی، تا آخر مثلا واقعا تا 7 سال بعد، تو 7 سال هیچ چیز از تلخون نشنوی، 7 سال بعد یه چیزی ازش بشنوی یادت میمونه. از این ما از این آدما مثلا تو چیز داشتیم، تو رقص داشتیم که آقا یارو رو یه سایه میبینی از رقص یارو، مثلا سیاس مثلا فکر کن یه نور میندازی روش، سایه‌اش رو دیوار میفته، رقصیدنش رو میبینی، میفهمی از سایه‌اش کیه، اصلا نه پوششش نیازه، نه قیافش، نه هیکلش. خیلی مرحله والایی از اورجینالیتی این قضیه. میگم به نظرم تلخون خیلی دیگه امضا داره، بیش از حد آسنتیک. سان اف استریس یه مقدار کمتر به بلوغ رسیده هنوز ساوندش، و چی میگم مهارت استفاده از ابزارش بگم، چون ابزار ماشاءالله کم نداره، قیافش خودش اثر هنریه بعد از من با این موهای فشن. ولی میگم ابزار زیاد دم دستش داره، هم سلیقه بصریش خوبه، سلیقه صداییش خوبه، بلده استفاده از صداشو، فقط یه مقدار میگم هنوز به اون مستریه نرسیده. و میزد تو اگر قرار بود جدا از هم یکی جدا ورس بزنه، تلخون جدا ورس بزنه، خیلی این موضوع میزد تو ذوق. خوشحالم که این اتفاق نیفتاده. موزیک ویدیوش هم من دیگه گیر الکی واقعا داشتم، یعنی خیلی کمالگرایانه اون گیره رو دادم که گفتم کاش از مثلا سقوطش شات نداشتیم. واقعا نظرم بود، به نظر من
اگر نداشتیم خیلی بیشتر حس و میرسون خیلی رازآلودتر بود. میدونم که وقتی داریم تصادف کردن دو ریسر تلخون رو مثلا نشون میدیم، احتمال زیاد انتظار مخاطب اینه که سقوط سان اف اسپیس هم نشون بدیم، ولی خیلی صحنه سازی شده تر بود نسبت به تصادف خیلی در اومده بود. خلاصه لاف سانگ اورجینالی بود، کلا لاف سانگ الان نمیشه خیلی گفت، ولی لاف سانگ بود دیگه، ایمو بود بیشتر، میشیم میگم ایموشنال لاف سانگ. جالبی بود، میگم اورجینال لایو مثلا سرچ کنید ترک های لاو رپ فارسی، هیپ هاپ فارسی، ترک های عاشقانه مثلا چجوری سرچ کنیم که بیاره، آخه نمیاره تحت این دستمندی گوگل اگه سرچ کنی. ولی خب چیزی که تو انتظار دادی از یه لاف سانگ فارسی، از یه ایموشنال ایمو سانگ مثلا فارسی، رپ فارسی، این نیست. رو همین حساب میگم به نظر من خیلی اینوویتیو بود، خیلی نو اسکول مثلا میخوایم بهش بگیم، یا هر چی ایده های استفاده شده ایده های جدیدتری بود. به عنوان مثال اگر سان اف اسپیس با اون استایل پرفورمنسش بیاد یه ترک استریوتایپ مثلا لاف سانگ رپ فارسی بخونه یا ترپ فارسی بخونه، واقعا غیر قابل گوش دادن میشه، میشه مثل همین ترک هایی که اوریج ترک رپ فارسی. میگم این که حداقل تو ساختار، تو ایده های موزیک خلاقیت به خرج داده بودن باعث شده بود فاصله بگیرن از جنریک شدن و گنگشت دیگه. من تبدیلی تجربه اولین بار دیدن ویدیو ازم 7.5 از لحاظ تاچ کنندگی. خب من جوجه و استنبای تلخون رو بیشتر دوست داشتم، یه مقدار رقیق تر بود اون تلخون اورجینال و اون تلخون گوگلی نوجوان توی این ترک، با اینکه بوده ولی تلخون نوجوان صنعتی بود انگار، صدای صنعتی شده همون تلخونه. ولی من خب وقتی اونو شنیدم دیگه بعد از اون اینو میام میشنوم، تجربه کمتر خاصیه میگیری چی میگم، ولی ویدیوش خیلی تمیز بود. کالر گریدینگ ویدیو، استفاده از رنگ صورتی که در تناقض بود با اون قصه موجود تو ویدیو. ببین این تناقضا عموما تو تئوری خدشه وارد میکنه تو کارا، ولی چون کل ویدیو بیرنگ بود و تنها رنگ موجود تو ویدیو صورتی بود باحال شده بود. شما نظرتون رو بنویسید راجب موزیک ویدیو، راجب ریاکشن ویدیو. اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، دوست نشید دیسلایک فورگتینگ تو کامنت، فراموش نشه سابسکرایب کانال همیشگی یادتون نره. و تا ویدیوی بعدی فور گنگ.